سخن هفته. لطفاً به چینل ما مشترک شوید. دوستان گرامی، هموطنان بسیار عزیز، بینندگان گرامی، در این پروگرام ما میخواییم راجع به مسائل داغ امروز در افغانستان صحبت کنیم. این بحث شامل مباحثه بالای یا بررسی موضوع رفتار، کردار، عقاید و شیوه های عمل طالبان در افغانستان در برابر اسلام متداول در افغانستان در طول اعصار و قرنها و همچنان جنبش سلفیگری در جهان اسلام است. احکام، عقاید، رفتار و کردار رسمی امارت اسلامی طالبان زیر نام تطبیق شریعت هم در دوره اول حاکمیتشان و هم که در سالهای 1996 تا 2001 ادامه داشت و هم از 15 اگست سال 2021 که شروع حاکمیت دور دومشان است تا به امروز طوری است که با تجربه مردم افغانستان که در طول قرنها، بهتر بگیم در طول 1000 سال گذشته از اسلام دارن، از تطبیق شریعت در اسلام دارن، متفاوت است. آنچه طالبا تطبیق میکنن احکام و عقاید خود و برداشت های خود از شریعت اسلامی با آنچه مردم افغانستان در 1000 سال گذشته تجربه کردن از حکومت ها، سلاطین، دولت های مختلف در مورد تطبیق شریعت و همچنان رفتار دولت ها در جامعه در مقابل مردم، در مقابل آزادی های مردم، آزادی های طبیعی مردم، زنان، بخصوص زنان و دختران، با آنچه طالبان تطبیق میکنن متفاوت است. با وجود از او، این معنی نیست که طالبان تمامشان در مورد یکسان فکر میکنن. هستن اشخاص و گروه هایی که در داخل طالبان با آنچه رهبری طالبان در جامعه تطبیق میکنه، بخصوص در قسمت تعلیم، تحصیل و کار زنان توافق نداره. این اختلافات روز به روز رونما میشه، اما قسم دیگه میشه یک گروه در رهبری طالبان خلاف نظر عامل در میان طالبان به تطبیقی عقاید خود تاکید می‌ورزند و او را در جامعه جبران اجرا می‌کنند. هنگامی که در مورد ممانعت دختران از تعلیم و تحصیل و کار در خارج از خانه صحبت می‌شود و همچنان سختگیری طالبان را که می‌بینیم در مقابل در جامعه، بخصوص من موسیقی، من تمام آثار هنری و فرهنگی، من تخریب آثار باستانی، تخریب آثار هنری و بخصوص بخاطر بیاورید تخریب رنجاور مجسمه های تاریخی و باستانی بامیان، همه اینها وقتی که به خاطر می آوریم فکر می کنیم که این نوع اعمال طالبان ناشی از اندیشه های سلفیگری آنها است. اما واقعا نمی‌تونست
آیا واقعا طالبان از نظر فکری سلفی یا پیروان مکتب سلفیگری هستند؟ اما اگر یک نظری به تکامل جنبش سلفی در جهان اسلام کنیم، در میابیم که برداشتهای طالبان، رفتار و کردارشان با فلسفه سلفیگری صرف شباهت های گذرا دارد. یعنی تمام اعمال و احکام و کارهای طالبان، عقایدشان 100% با آنچه از جنبش سلفیگری در جهان اسلام در تاریخ بازگو میشه متفاوت است. طالبان از نظر فکری خلاف دیگر جنبش های سیاسی اجتماعی قابل تعریف به یک دکترین مشخص نیستند یا یک دکترین مشخص اسلامی نیستند. اما شباهت های تفکر طالبان با عقاید سلفی در کدام مسائل و تا کجا است؟ طالبان عقاید را از کجا و چه گونه به ارث بردند؟ بعضی از رهبران و علمای طالبان ادعا دارند که دنیا باید اسلام از افغانستان بیاموزه، از افغانستان زیر تسلط طالبان بیاموزه. طالبان از دنیای با ما صحبت می کنند که نه تنها به زندگی مردم افغانستان بلکه به جامعه بین المللی در مجموع تأثیر دارد. آیا آنچه طالبان می گویند همون سلفه‌گری است؟ اگر نیست، پس سلفه‌گری چگونه است و از چگونه جهان با ما صحبت می کند؟ در این ویدیو، در این سخنرانی ما می خواهیم در این مورد صحبت کنیم. البته طرز بررسی ما، طرز بررسی ما از این موضوع از زاویه علم الهیات نیست. من عالم دین نیستم، عالم اسلامی نیستم، اما من آنچه را که میخواهم بیان کنم از زاویه یک محقق اجتماعی، از زاویه یک محقق علوم اجتماعی سیاسی و همچنان از زاویه تجربه تاریخی کشور ما و جهان اسلام بیان میکنم. خب، ظهور طالبان چگونه صورت گرفت و چی تأثیر بالای جامعه افغانستان داره؟ میبینیم که ما بعد از قرن‌ها تکامل بالاخره به طالبان میرسیم. و قسمی که البته میدانیم طالب کلمه عربی است که به نام که متعلم میگن، کسی که در مدرسه های مذهبی دست میخونه به نام طالب گفته میشه یا معرفی میشه، یا طالب العلم است. بخصوص طلابی که در مدارس مذهبی، مدرسه های دیوبندی در پاکستان درس میخوانند، طالبا از جمله همی افراد هستند. البته مدارس دیوبندی که در پاکستان فعال است یا در اول انشعاب است یا منشأ گرفتن از مدارس دیوبندی که در هند ایجاد شده بود. مدرسه دیوبندی دارالعلوم جمعیت علمای هند توسط شاه ولی الله دهلوی که در سال 1730 تا 1762 یک صوفی بزرگ بود و به عنوان پدر معنوی مکتب دیوبندی شمرده میشه، در شهر کوچکی به نام دیوبند در ایالت اترپردیش هندستان واقع شده زندگی میکنه. البته این شهر دیوبند امروز پس از الازهر در قاهره دومین مرکز مهم تعلیمات اسلامی اهل سنت
در جهان اسلام شمرده میشه. مدرسه دیوبندی جمعیت علمای هند شامل سه هدف: ارتقای نقش محوری دین در زندگی فردی و اجتماعی، آزادی از ظلم اربابان استعماری و دیکتاتوری های داخلی، و سادگی و سختکوشی. این مدرسه در سال 1866 تأسیس شد. اولین شاگرد از محمود الحسن که بعدها شیخ الهند یا رهبر هند نامیده شد، یک جنبش مقاومت بر ضد استعمار رهبری کرد که در او هم مسلمان ها اشتراک داشتند و هم هندو ها اشتراک. جمعیت العلماء هند یک سازمان مسلمان مستقر در هند است. در سال 1919 توسط علمایی که از علمای اسلامی مدرسه بودند تأسیس شد. مولانا عبدالکلام آزاد از که مبارز شناخته شده آزادی هند است، از همین جمله عظیم در همین قطار شامل می باشد. اما در سال 1937 جمعیت علمای اسلام از جمعیت علمای هند جدا شد و خانه خود به پاکستان امروزی انتقال داد. جمعیت علمای هند اگرچه یک مدرسه سنتی مذهبی اهل سنت اسلامی است، اما خصوصیات خاص خود داره که در او به شکل یک پوهنتون یا مرکز علمی مدرن خود اعتقاد و دروس خود، تعلیمات خود تقسیم کردن به صنوف مختلف، همچنان ثبت نام، حاضری گرفتن معرفی کردن و همچنان این به حوزه های مختلف تدریس خود به حوزه های مختلف تقسیم کردن که شامل شریعت که حوزه حقوق بود بر اساس تعالیم امام ابو حنیفه، سنت که روایات و حدیث پیغمبر اسلام است، و همچنان راه صوفیانه و روشای صوفیانه را یا یک بخش دیگی از تعلیمات از یهود، و همچنان الهیات ماتریدی شامل این حوزه های مختلف علومی بود که مدرسه دیوبندی علمای هند یا جمعیت علمای هند تدریس میکرد. ما میبینیم که در اینجا با این تقسیمات میبینیم که شاهد آمیختگی عقل و وحی و شهود هستیم. یعنی این مدرسه به کشف و شهود معتقد بود. همچنان جمعیت علمای هند تصوف را به زهد تقلیل داد. زاهد تقلیل داد. حکمت و الهیات به شکل دیالکتیک معرفی کرد. یعنی بیان دیالکتیکی از احکام شریعت اسلامی و از احکام عقیدت اسلام. بنابراین قسمی که میبینیم مکتب فکری دیوبندی با افرادگرایی طالبان و تمرکز بر ظواهر فاصله دارد. به این اساس مکتب فکری دیوبندی جمعیت علمای هند با آنچه در مدارس جمعیت اسلامی پاکستان در کورختک در پشاور یا درس داده میشه متفاوت است از لحاظ برداشتهای فکری خود. به این اساس مکتب فکری دیوبندی با افرادگرایی طالبا و تمرکز بر ظواهر فاصله دارد. به عنوان مثال عقل را در امور فقهی به کار می برند، اما نه بر عقاید و مو درست به مو شکلی که معتزله و ماتریدی ها انجام می دادند و نه در مورد رویدادهای مدرن اجتماعی سیاسی و اقتصادی، همانطور که سلفی های که الافغانی
او را ترویج می کردن. این ماهیت که ذاتا متناقض هست در افکار دیوبندی طالبای افغانستان مشاهده میشه. طالبان آموزش های دیوبندی را به طور دست دوم در مدارس پاکستان دور از اصل مدرسه اصلی که در هند است دریافت کردند. مدرسه اصلی دیوبندی در هند از طالبان و فعالیت های خشونت آمیز آنها در افغانستان فاصله گرفت. جماعت دیوبندی هند حملات انتحاری را محکوم کرد، با تخریب زیارتگاه ها و مدارس مخالفت کرد و رژیم سابق طالبان را حتی غیر اسلامی خواند. با این حال جمعیت علمای پاکستان از جماعت علمای هند پیروی نکرده است. بسیاری از رهبران طالبان افغانستان از جمله ملا عمر در مدارس دیوبندی یعنی مدرسه دارالعلوم حقانیه در اکولا ختک در پشاور تعلیم یافتند و این طالبان اکثر طالبان تعلیمات خود هم تکمیل نکردند و در جمله در صفوف یا در زمره دروس که باید تدریس شده و دروس به ارتباط جهاد نیست شامل است. یعنی معلمان جهادگرا هم در تدریس ای اشخاص سهم داشتند و در تشکل افکار زیاد سهم داشتند، چون اکثرا و یعنی معلمای که جهاد تحت تاثیر افکار وهابیت دست می دادن. گفتیم بیشتر اعضای طالبا دروس خود در پاکستان تکمیل نکردند. در دروس خود در مدارس مذهبی تکمیل نکرده و به جهاد رفتن. و می خاطر ما یاره یا خودشان حتی یا خود طالبان میگن نه برای ای که فارغ التحصیل نشدن. ما یک ضرب المثل در افغانستان داریم که میگه که نیمه عالم دین کافر است و نیمه طبیب قاتل. به حساب حمایت طالبان از خشونت در طول 20 سال حکومت جمهوری اسلامی برای همه جهان نمایش داد که طرز دید و روش طالبا مذهبی نی بلکه سیاسی است. با سیاست هایی که طالبا در پیش گرفتن هر نوع جنبه انسانی و عقلانی اسلام و همچنان هر چهره، هر گونه مظهر سیکولار فرهنگ مردم افغانستان رو به نابودی میره. و قسمی که قبلا هم اشاره کردم، طالبان برعکس دیگر جنبش‌های سیاسی اجتماعی قابل تقلید یا قابل تعریف به یک دکترین معین اسلامی نیستند. نقش سیاست غرب در افغانستان، زوفا و فروپاشی مجاهدی، فعالیت های کشورهای همسایه، فعالیت های استخباراتی، اقدامات وابستگان به این ادارات استخباراتی، ذهنیت مردم، قبیله گرایی، قوم پرستی، همه در شکلگیری افکار طالبان نقش داشتن. و همچنان بخصوص که طالبا از دهات و قریجات افغانستان بروز کردن و هرگز زندگی شهری تجربه نکردن و یک نوع خشونت ذاتی و فطری در مقابل آنچه تمدن شهری است از خود بروز می ده. امروزه همه این عوامل بسیار مهمتر از تأثیر رگه های کمرنگ الهیات سلفی بر جنبش تا
طالبا می باشه. تشکر از توجه. لطفاً با چینل ما مشترک شوید.